سلام و احترامات خدمت شما دوستای عزیز به خاوری میدیا خوش آمدید. از هر کجای دنیا که ما را بیننده هستید آرزو میکنم که تنتان سالم باشه، دلتان شاد باشه، لبهایتان پر از خنده باشه. گفتگوی امروز ما با یک هموطن ماست که ایشان در پایتخت فنلاند در شهر هلسینکی زندگی میکنه. موسای حسینی نزدیک به 6 سال بود که در فنلاند منتظر جواب بودن. خوشبختانه 5/1/2021 جواب مثبت گرفت از دولت فنلاند. این مصاحبه را به خاطر از این ترتیب دادیم دوستای عزیز که هم از زبان آقای موسای حسینی بشنویم که چه فعالیت ها را انجام دادن، چه قدر فعال بودن. نزدیک به 6 سال که در اینج بلا تکلیف بودن، بلاخره توانستن قبولی بگیرن. و یک نکته دیگه ای است که یک پیام مثبت بر از او دوست ها باشه که هنوز هم در کمپ ها منتظر هستند، بلا تکلیف هستند و ناامید نباشند. یک ضرب المثل است که پشت هر تاریکی روشنایی هم هست. آقای موسای حسینی سلام برای شما و تبریک عرض میکنم. بسیار خوشحال هستم که شما بالاخره توانستین پناهندگی بگیرین و آدمی کشور ماندنی شوین و بسیار زیاد خوشحال هستم. کامرا در اختیارتان است، بفرمایید. سلام علیکم، تشکر آقای خاوری عزیز از دعوتتان. در این گفتگو یک سلام خاص دارم برای کل دوستایی که ما را از شبکه خاوری میداد میبینند. تشکر میکنم بازم بابت تبریکیتان. بله آقای خاوری عزیز، بخیر ما جواب خدا گرفتم در این مدت طولانی. ای به نهایت خبر خوشحال کننده هست. آقای موسای حسینی را ما همونطور که یادآوری کردم نزدیک به 6 سال میشه از خودشان میشنویم. آقای حسینی صاحب، شما کی به فنلاند آمدین و قبولی خود را کی گرفتین؟ همون رقم که ما یادآوری کردم درست است؟ اگر خودتون توضیح بدین کوتاه خیلی عالی میشه. بله چرا نه، توضیح میدم آقای خوبه. من در سال 2015 وارد فنلاند شدم. امسال در سال 2021 قبولی خود گرفتم در تاریخ 5/1/2021. و امروز هست تاریخ 14/1/2021 درسته؟ بله. نزدیک تقریبا یک هفته پیش. یک هفته قبل هم گرفتم. در این 5 سال یا نزدیک به 6 سال آقای حسینی چی فعالیت ها داشته که ایتر پر انرژی با روحیه قوی تانستن با این به سرنوشتی مبارزه کنه و بالاخره قبولی خود را بگیره؟ بله در این مدت طولانی من تانستم که اولا سر زبان کوشش کنم، بعد از زمان که بهتر شد واردی بیرس کولو شدم مکتب ابتدایی که بعض دوستا شاید متوجه نشه با خاطر چیز میکنم که ورش که مکتب ابتدایی یعنی بیرس کولو معنایش بیرس کولو معنای بیرس کولو مکتب ابتدایی هست که را تمام کردم. بعد از تمام بیرس کولو واردی اموتی شدم، گالم مصرف اموتی هست. فعلا در هلسینکی درس میخونین یا در اسپو؟ قبل از اینکه هلسینکی برین در یک شهر دیگه بودین. ما خودت که سالهاست در فیسبوک دوست هستیم و همچنان از نزدیک همدیگر را دیدیم و ما شاید از این بودم. قبلا شما یک بازیگر خوب در عرصه تئاتر هم بودین، از این بر ما دوست هستیم کمک بگوین. داستان جالبی دارم، چون در این کشور فنلاند که بودم خواستم از حساب کمپا چندین کمپا ما تبدیل شدم. تنوز در شهر سینوکی بودم و شهر سینوکی تبدیل شدم در شهر گوخوه، از شهر گوخوه تبدیل شدم در شهر سلینیارگی، از او شهر سلینیارگی تبدیل شدم در هلسینکی. خدا که آمدم از طریق چیز گرشته که چیجا کامیاب شدم، رشته بخش وارتی را که انتخاب کردم کامیاب شدم. باز خود تبدیل کردم چون تصدیق مکتب بود، دیگه خود در اینجا تبدیل کردم آمدم
برای ما دوستا آقای حسینی مگه که در این اواخر شاهد دپورت اجباری بوده در هلسینکی یا در مو کمپی که خودشان مقیم است؟ نه خیر آقای خواهی، مدت طولانی مشک چندین ماسته که شاهد کنم دپورتی از کمپی کیرا نبوده. شاید خود من جنگ کنم کنم، یعنی پلیس به دنبال کسی که دپورتیش آمده باشه ایت کوهلینا شاید چه خدا شکر نبوده. خیلی خبر خوش هست. خیلی زیاد بودم که منفی زیاد آمده دیگه، پس دوستا مصبت آمده، اما خدا شکر ایت شواهدی نبودم کسی برده باشه در کمپ سر بسته، یعنی که دپورت کنه شواهد چی نبوده. دارست خدا شکر. خیلی خیلی خبر امیدوار کننده هست. امیدوار هستم که هموطنهای ما کلنگیشون در منجی ماندنی شد و قبولی بگیرن. برای همین دوستهایی که در کمپ هستن، بلا تکلیف هستن، همونطور که ما یادواری کردم شما یک جوان بسیار فعال، محکم و در این روزهای سخت و بلا تکلیفی تحمل کردین، مقاومت کردین و بلاخره قبولی گرفتین. چی پیام دارین برای می دوستایی که در کمپ هستن؟ در این دوستایی عزیزی که بلفلن منتظر جواب است، پیام مایی است که هیچ وقت دوستای عزیز شکست قبول نکنید، دائم امیدوار بشید، درسایتون ادامه بدین، کسایی که سر کار است کارتون ادامه بدین، یا همون پرونده که انداختید و پرونده رو بسیار زیاد کوشش کنید. دائم هر روز نمیتونم که پرسان بگم تماس بگید دوکیل خود که چیز موشه، باید از دقل ما یک بار دو بار دوکیل خود تماس بگیرید یا پیام بید پریشان کنید چی شد جواب ما، یا چیزایی که بریتون اتفاق مفت جدید او رو میدن همه روزه در جریان باید کسی سوشیال کم بدون، از دقل نزدیکترین کسی هست برای باید و اداره میگریشن بسیار دان است دمو کم زندگی میکنید، برایشان اتفاقای جدید مفته که بسیار تاثیرات مهم داره. گیره در جریان بانید یا در وکیلتان تماس بگیرید، وکیلتان پول ارتباطی بین اداره میگریشن و شخص خودتان است که خیلی زیاد مهم است. اگر زمانی که مشکل در زبان دارید یکی دوستای خود بگوید یا که ترجمان که اینا پخش قانونی تانو میگیرن، اگر ترجمان که نگیرست اگر که دوستای خود بود کم دوگان چی بهتر باشه که همون مشکل بود بعدش وکیل بایدتون ترجمان میگره که دوستان صحبت مکنید، بسیار زیاد سری پرونده تان تاثیرات داره. هیچ وقت نامید نباشید، امید داشته باشید. دقیق است آقای حسینی صاحب. ما از دوستای عزیز خواهش مونیم که اینمی پیشنهاد را که آقای حسینی برای شما دوستان داشتن فراموش نکنین، حداقل در ما دو دفعه برای وکیلتان از طریق ایمیل، از طریق پیام خصوصی احوالگیر شوین، پرونده تان بپرسین و احیانا اگر کدام تغییرات در کیس های شما یا اگر کار دیگه پیش آمده بود با وکیل در میان بگذارین
چون وکیل میتونه حرفای شما را برای اداره مهاجرت برسانه و اگر احیانا کدام تغییرات از اونجا پیش بیه وکیل برای شما انتقال میده. آقای موسای حسینی، بسیار زیاد مجددا عرض میکنم که خرسند استم، خوشحال استم که قبول شدین. به نهایت امروزی که در فیسبوک تا نوشته کرده بودین باور کو که خیلی خوشحال شدم. تو ما مجددا بازم بر شما تبریک میکنم. زندگی سرشار از خوشی، موفقیت و کامیابی در کشور فنلاند آرزو میکنم. اگر کدام گفتنی دیگر نیست، با شما و دوستای عزیز خداحافظی میکنم. تشکر، زنده باشی آقای خاوری عزیز، واقعا خوشحال داشتی از تبریکی خود. دیگر کدام گفتنی خواستم ندارم، باز انشاءالله فقط دعای ما همی هست که دوستای باقیمانده بخیر قبول خدا بگیره، چون که بسیار سرنوشت سخت قرار دارم. عزیز سرنوشت خلاصه دیگر ایت کدام گفتنی دیگر ندارم. انشاءالله همه دوستا در هر جای دنیا که هست خوب و خوشحال و سلامت باشه. یک جهان تشکر از مصاحبت کردید. سلامت باشین. امو رقم که یادآوری کردین ما هم دعا مونیم. نه دوستایی که تنها در فنلاند است، در هر کشور اروپایی، آسیایی، بخصوص دوستای ما که در کشور اندونزیا هستند، ما مطلع هستیم که روزهای سختتر را دوستایی که در اینجا در کمپ هستند، اونا سختتر از این روزها را در اونجا تجربه میکنند. برای همه دوستای هموطن خود آرزوی آینده روشن میکنیم، برای وطن خود صلح دائمی آرزو میکنیم. انشاءالله که در وطن ما یک صلح دائمی برقرار شوه که دیگه هیچ یک از هموطن ما از کشور فراری نباشه. شما را به الله پاک میسپارم. خدا حافظتان.